حکومت نیجریه امسال نیز مانند سالهای گذشته در مناسبتهای دینی و مذهبی شیعیان آنان را مورد حمله قرار داده و تعدادی را به شهادت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد در واکنش به این اقدام کاربران فضای مجازی از بیاعتنایی پاپ رهبر مسیحیان کاتولیک در جهان نسبت به کشتار شیعیان توسط حکومت نیجریه در پیاده روی روز اربعین حسینی انتقاد کردند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در پیامی از محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریه خواسته تا به دنبال راه حلی پایدار برای کشتارهای بیوقفه و ناامنی در نیجریه باشد اما در پیام خود اشارهای به کشتار شیعیان در پیاده روی روز اربعین امسال نکرد که این امر با انتقاد کاربران فضای مجازی نیجریه ای روبرو شد. پاپ در جلسه عمومی هفتگی خود در شهر واتیکان به کشتار بیش از چهل نفر توسط شپ نظامیان در کادونا در هفته گذشته اشاره و همبستگی معنوی خود را با خانواده های آنها ابراز کرد و گفت با کمال اندوه خبر حملات مسلحانه ای را که یک شنبه گذشته علیه روستای مادامای ابان در شمال نیجریه رخ داد دریافت کردم من برای کسانی که کشته و زخمی شدن و برای کل جمعیت نیجریه دعا می کنم این اظهار نظر پاپ واکنش هایی را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. و یکی از کاربران نوشت اینکه به یک تروریست بگویید که از کشتن مردم خودداری کند مانند این است که از آتش بخواهید که داغ نباشد این کاربر در ادامه نوشت افراد مختلفی را میبینم که عکس های قربانیان حمله تروریستی هفته گذشته را ارسال میکنند اما به نظر می رسد همه فراموش کردن که همین سهشنبه سربازان چندین مسلمان شیعه را به شهادت رساندند. فعالان نیجریه می گویند سؤال این است که چرا کسی نگران مرگ شیعیان نیست؟ چرا به نحوه کشته شدن این مسلمانان توسط عوامل امنیتی بیتوجهی می شود؟ روز سهشنبه در پی حمله پلیس به پیاده روی مسالمت آمیز ازاداران حسینی در ابوجا پای تخت نیجریه دست کم هشت تن شهید و تعداد زیادی مجروح شدند پلیس در حالی که ازاداران در پایان مراسم پیاده روی اربعین حسینی متفرق می شدند به سمت آنها تیراندازی کرد